صبح شما به خیر و آقایان و محترم تبریک مجدد بنده و همکارم رو به مناسبت این روزهای فرخنده و خجسته پذیرا باشید امیدوارم تو این روزهای عید دلهاتون پر از نور عشق و سراسر امید باشه انشاءالله اما یک شنبه دیگر و خانه آرای من این توضیح رو محضر مبارکتون بگم که با توجه که برنامه ساعت از ساعت نه تمام میشه روزهای یک شنبه ساعت هشت نیم در خدمت استاد عزیز و معلم گرانقدر آقای دکتر خسروی نازنین خواهیم بود آقای دکتر سلام صبح شما بخیر سلام عرض می‌کنم کنم خدمتتون جناب مولایی و همچنین عرض و احترام و سلام دارم محضر بینندگان عزیز تبریک ارز میکنم این روز بسیار فرخنده و مبارک رو و اعیاد و ایام شعبان عزیز که انشالله همه ما ازش باشیم انشالله ارز کنم که اونهایی که پیگیر خانه آرام من هستن اونهایی که دنبال خانه آرام هستن اونهایی که طلب میکنند و دوست دارن قوانین زندگی رو بر پایه حقیقتی که هست و حقیقتی که بنا شده بدانند و بپذیرند و به کار ببرند و زندگی خودشون رو به سمت آرامش پیش ببرند یقینا در هفته های گذشته هم برنامه ما رو پیگیری کردند رسیدیم به قانونی به نام زیبایی و آراستگی در این قانون صحبت های فراوانی شد صحبت از سوء استفاده هایی شد که دکتر خسروی زحمت کشیدن نمونه رو در رسانه ها آوردند و مطالبی از این دست مطلبی که امروز در موردش صحبت میشه شاید خیلی تا به حال ایجاد شده فرصت پیش اومده که شنیدیمش اما کمتر از این ای که از امروز مطرح میشه محضر مبارکتون در موردش بحث شده میرم خدمت های دکتر خسروی <coughs> نازنین مثل همیشه شاگردانه می <coughs> و استفاده می‌کنم اختیار دارین سپاسگزارم ما چون فرصتمون هم از امروز ظاهرا کمتر بقیه شده بقیه چند دقیقه. من برخی از موارد رو باید فاکتور بگیرم یه مقدار سریعتر برسم برای اینکه بحثمون واقعا به نتیجه برسه در قوانین آرامش داریم صحبت میکنیم که چه قوانینی میتونه موثر باشه برای آرام کردن محیط خانه رسیدیم به قانون آراستگی و زیبایی که جناب اشاره کردید و اشاره شد که اگه این قوانین درست بحث اساس آنچه که خداوند اراده فرموده رعایت بشه حتما تضمینی برای ایجاد آرامش در محیط خانه و خانواده داره و اگر درست رعایت نشه بلکه از این قانون سوء استفاده شود مثل خیلی از قوانینی که در اختیار افراد هست به جای اینکه استفاده خوب بکنه استفاده منفی میکنن نه تنها موجب ایجاد آرامش و نظم و قواعد حاکم بر تو معنی نگی و سکون خانه نمیشه بلکه خودش ایجاد بحران میکنه و ناآرامی رو رقم میزنه ما رو عرض کردیم که دنیا امروز به کدوم سمت داره میره چه نمونه هایی وجود داره و آیا این نمونه هایی که برخی به سمتش رفتن بهش ایمان پیدا کردن و بهش رفتار میکنن در نهایت مؤمنه به مسیر غیر خدا شدن تا مسیر خدا آیا زندگیشون خوب شد یا زندگیشون به هم ریخت خوشحالم از اینکه این, این بحث خیلی مورد توجه قرار گرفته خیلی همد. از دوستان هم از طریق ایمیل هایی که مستقیما به خودم میزنن از طریق وبلاگم یا دوستانی که به هر حال تو رسانه ها دارن موضوع رو میپرور میپرورونن و بهش توجه کردن این خب قابل تشکر و احترام هست در این سوی برخی هم خب طبیعتا منتقد هست برخی نکاتی که من مطرح کردم رو در واقع نقد میکنن که این حق اونهاست و من هم خواهش میکنم حتما نقد بکنن کسانی که احیانا مخالفت حتی دارن من برای همه اینها احترام قائل هستم ببینید ما داریم یه کار پژوهشی میکنیم داریم یعنی میگیم در دنیایی که ما زندگی میکنیم این وظیفه ماست که تلاش کنیم بفهمیم واقعیت ها رو بفهمیم این فهمیده مبتنی بر سنده نکاتی که من میگم اسناده سند ارائه میکنم میگم ببینید این آیه قرآن قرآن کلام خداست و اگر بخوایم به خدا عمل کنیم باید به این عمل کنیم غیر از این درست. مسیر دیگه ای نداریم این غیر معقول عقلانی نیست تا الان تمام دوستانی که گلایه در واقع خاصی نسبت به برنامه داشتن خیلی محدود بودن ولی من به دلیل همون احترام برای حتی این 5 -6 تا ایمیلی که منتقدانه برای من رسیده من وظیفه دارم احترام بدارم و اینکه بگم توجه میکنم به نقد های شما ولی هیچ کدومشون مجهز به سند نبوده یعنی مکنونات قلبی و عاطفی رو گفتن مثلا خانم محترمی گفتن این نکاتی که شما میگی هیچ کدومش درست نیست به خاطر اینکه فقط دلت پاک باشه خب ما در مورد اینکه دلت پاک باشه گفتیم خب از کجا میگیرید این حرف رو یه دل پاک باشه شما باید یه سندی بیارید که خدا اینو میخواد دیگه ما که میگوییم رو داریم سند به شما میدیم این نکات رو در واقع برخی اینگونه نگاه کردم برخی هم اومدن سلیقه ای فقط خواستن یه مخالفتی بکنند که من احساس میکنم باز اونها هم بی پشوانه صحبت میکنند ببینید دوستان نکاتی که من میگم اگر ازش گلایه دارید متناسب حالتون نیست یا مطالبی که من میگم میگم ببینید بعد اینجوری زندگی کرد تا خوب زندگی کرد شما متناسب با این نیستید بنابراین ناراحت میشید که چرا این نکات گفته میشه این گلایه شما در واقع گلایه از من نیست گلایه از دینه گلایه از خداست شما دارید از خدای گلای میکنی؟ خدا گلایه میکنید که خدا چرا به من میگی که این لباس رو بپوشم یا نپوشم من اوریان باشم یا نباشم حجاب رایت بکنم یا نکنم در واقع عنایت بکنید که گلایه دارید میکنید نسبت به آنچه که ایمان ماست بنابراین اگر ما میخواهیم خدا رو بپذیریم که باید بپذیریم چون وجود دارد و بخوایم او رو پرستش کنیم که باید پرستش کنیم که او میخواهد بنابراین باید آنگونه او رو پرستش کنیم که خود او طلب میکنه نه اینکه تمنای شخصی منویز یا سلیقمه این سلیقه ای رفتار کردن هاست که بحران ایجاد میکنه در یک جامعه اگر قوانین حاکمه زمانی نظم در اون جامعه شکل میگیره که رعایت اون قوانین بشه ما یه قوانین رعایت نکنیم هر کسی از فردا بخواد طبق سلیقه خودش رانندگی کنه که خب هر میشه تو جامعه شما قانونی که از جامعه برداری هر جاش قرار میگیره دو دو تا چهار تاست غیر از این نیست در نظام آفرینش و پرستش همین گونه است قوانین حاکمه ما تا زمانی که این قانون رو را رعایت کنیم روش پرستشمون رو بر قانون شکل بدیم نظم حاکمه اون اتفاق مبارک رقم میخوره اگر نه که هرج و مرجه خداوند خدای هرج و مرج نیست خداوند خدای حکمته خدای نظمه خدای قانونه خدای قاعده است میگه اگر منم پرستش میکنی به اساس این قواعد بنابراین این نکات هم پشتوانه های اقلانی داره هر انسانی فارغ از هر ایدئولوژی وقتی این فرایند تطور رو نگاه میکنه میرسه به اینکه اینا اقلن،, اقلن درسته حالا ممکنه زندگی من متناسب با این نیست خب طبیعتا آدم ناراحت میشه آقا این که این حرفا که دارن میزنن خب بله من وقتی وجدان و عقلمو نگاه میکنم میبینم که مبانی مبانی عقلانی زمینه که سند قرآنی داره یعنی هم پشوانه عقلانی دارد هم پشوانه روایی و الهی دارد همه. اما زندگی من اینطور نیست خب یه خورده بهش بر میخوره برخی این برخوردن رو به عنوان تذکر میبینن میرن خودشون اصلاح بکنن اینها روش مبارکی رو پیش میگیرن برخی نه دیدید وقتی مثلا برخی از آدما دنبال بهانه <applause> شما هر جورم برایشون بهانه بیارید یه جوری میخوان در واقع مخالفت بکنن تو قرآن تو واقعا خیلی جالبه یک شخصیتی مورد اشاره قرار میگیره که در واقع تو تفاسیر بهش اشاره شده به اسم ابن سوریا که در واقع از علمای بزرگ یهود بوده زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه مبعوث میشن ایشون میاد که در واقع با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله علی و سلم چند تا گفتگو بکنن که احرازشو برای اینکه ایشون مثلا پیامبر خدا هست یا نه بعد همه سوالا میکنم میبینم بله همه نشانه هایی که مثلا تو یهود بهش باور دارن داله بر اینکه پیامبر بعدی و بعد از حضرت عیسی یا حضرت موسی کسی که خواهد آمد چنین ویژگی رو داره در این پیامبر هست بنابراین هیچ چاره نیست الا اینکه به او ایمان بیاریم درست ابن میاد یه کاری انجام میده از پیامبر سوال میکنه که خب شما که بهتون وحی نازل میشه این وحی رو کی میاره پایین بر که جبرائیل ابن سوری مخالفت میکنه میگه نه اگه جبرائیل ما به تو ایمان نمیاریم اگر میکائیل بود ما به تو ایمان میابردیم با خاطر اینکه جبرائیل همیشه ما رو تکلیف های سخت وادار میکنه میکائیل همیشه هرچی میاره خوبه ببینید وقتی انسان بهانه جو باشه در مقابل ایمان و حقیقت و سنت هم که قرار میگیره بهانه جوی میکنه یه وقت که ما به هر دلیل نمیخوایم انسان خوب باشیم به هر دلیل نمیخوایم انسان مؤمن باشیم به هر دلیل نمیخوایم خدا رو پرستش کنیم خب این یه بحث دیگه است ولی اگر میخوایم پرستش کنیم اختلاف اون دلیل که چگونه پرستش کنیم میگیم نه حرف من نه حرف تو حرف عقل و مبتنی بر خرد و مبتنی بر تأمل و برای اینکه ما رو فرید قانونش چه بود و اون رو عمل کنیم در مورد حجاب هم میگونه است ببینید در قرآن که قانونی رو خداوند بیان میکنه که خیلی مهمه من خواهش میکنم بینندگان عزیزمون به ویژه خانمها ها و خواهران گرامی که لطف میکنن با کنجکاوی هم دارن دقت میکنن بدون تعصب واقعا من خواهش میکنم دوستان این فرصت های کنار هم هستیم دنبال جبهه گیری نباشیم که حالا اینو قبول داریم نداریم واقعا عقلانی نگاه کنیم به مسئله منطقی بشنیم منطقی ببینیم. ببینیم به مسئله ببینید در سوره مبارکه نور آیه 31 سوره مبارکه نور خداوند میفرماید که قل المؤمنات یقزوز نمن ابصارهن خداوند به پیامبر میفرماید که به زنان مؤمن بگو که چشمهاشون رو از نگاه ناروا بپوشونند یعنی این چشمها ها میتونه تأثیر گذار باشه در سوی دیگر داریم که به مردها هم همین توصیه میشه که به نگاه ناروا تن ندید این نگاه تعیین کننده است وقتی من هجاب دارم خودم رو مستور میکنم از یک سری از نگاه هایی که آلوده است فرق نمیکنه نسبت به مرد یا زن ها مرد هم باید دارای حجاب هایی باشند مرد هم باید متانت هایی رعایت را کنند وقتی که خدا هم به زنان میگه که چشماتون رو بپوشونید نسبت به نگاه ناروا این دو سویه است یعنی یک نگاه ناروا هم به تو میاد که باید خودت رو بپوشونی ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشونند یعنی خودشون هم نگاه نکنند و در این حال خودشون رو مسئول از نگاه ناروا این نگ... من تمام تمرکزم رو بحث نگاهه وقتی ما در معرض نگاه خودمون رو قرار میدیم پس ظاهرا یک سری اتفاقات داره رقم میخوره که اگر این اتفاقات رو مورد ملاحظه قرار ندیم ایجاد بحران میکنه خدا میگه میخوای خوب زندگی کنی این قانونه حواست به نگاه ها باشه هم نگاه خودت هم کسانی که به تو نگاه میکنند درست به تمرکز کن و دقت بکن بعد خداوند در یک جای دیگه یک جلوه دیگه از حریم رو بیان میفرماید در سوره مبارک احزاب آیه سی و میفرماید پس زنهار بر باشید نازک و نرم با مردان سخن نگویید دیدید بعضی ها مثلا تو محیط کار یا مثلا فرض کنید که تو مراودات اجتماعی خیلی راحت مثلا خانمی با آقا راحت حرف میزنه میگن میخندن گاهی شوخی میکنن خب اینا تو معادلاته آموزه های قانونمندی که خدا قانون رو برای خوب زندگی کردن وضع کرده میگه مراقب باشید من شما انسانها رو یه جوری آفریدم در مقابل این اتفاقات واکنش منفی در شما ایجاد میشه مثل این دستگاهی که من درست کردم میگم بیشتر از 220 ولتاژ رو بر نمیتابه نمیت. میسوزه بله شما هم در وجودتون یک سری امکانات و قابلیت ها وجود داره اگه رعایت نکنید میسوزه دچار مشکل میشه خراب میشید یکیش همینه خانم ها. در شما یک جاذبه هایی وجود داره در مقابل مرد فرق نمیکنه اون مرد کی باشه مردی که جنسش مردانه است در مقابل زن با ویژگی های خودش یک سری قوانین باید نشون حاکم باشه اگر رعایت نشه بحران سازی میکنه پس زن بر حذر باشید نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا که دلش دلش بیمار دل اون مرد بیمار باشه از هوا و هوس و به طمع بیفته ببینید اینا یک واقعیت هست ما اینا رو نادیده می‌گیریم میگیریم بعد بهش مبتلا میشیم عمل می کنیم دوچار مشکل میشیم قبلا بحث کردیم که وقتی فکر منفی شد انرژی منفی ایجاد میکنه وقتی انرژی منفی ایجاد کرد محیط رو منفی میکنه این یک واقعیت قبایل میشن قبلا مفصلا بحث کردیم که چه اتفاقاتی میفته می بنابر این من خواهش میکنم به این تمرکز کنیم پس نگاه مهمه از مسیر نگاه ها آلودگی های ذهنی انرژی های منفی من مثبت منتقل میشه درست. به چه کسی؟ کسی که دریافت کننده این نگاهه درسته؟ اگر من وجودم به گونه ای بود که جلوه های زنانه خودم که جاذبیت داره اوریان کردم هر کسی خواست منو ببینه چه کسانی به این زن نگاه میکنن و با چه نگاهی؟ آدم هایی که نگاه آلوده دارن با قصد لذت بردن که این زن زیبا رویه موهای خیلی قشنگی داره اندامش مثلا برازنده است وچه، چه و چه و اینا یعنی چی یعنی تلذذ یعنی لذت بردند من وقتی که آلوده نگاه بکنم دارم این آلودگی خودم رو منتقل میکنم به کسی که عرض کننده این آلودگیه عرض کننده این ویژگیه جاذبه است زیباییه در اون که تردیدی نیست ولی این زیبایی داره چه نگاهی رو جذب میکنه نگاه مسموم رو هم. درسته؟ یادتون هست ما قبلا بحث کردیم گفتیم یه قانون وجود داره به اسم قانون دوبروی بلده. که هر چیزی ازش انرژی متساعد انرژی میشه متساعد ساته میشه. میشه. و این انرژی ها در انسان این قابلیت رو داره عجلت علم فیزیک که قابلیت داره باردار بشه به مثبت و منفی یعنی مگه من فکر منفی بکنم انرژی که از من ساطع میشه منفیه و اگه مثبت فکر کنم مثبته وقتی آلوده فکر میکنم انرژی من آلوده است وقتی که آلوده فکر نمیکنم انرژی من مثبته و این داره انتقال پیدا میکنه قبلا مثال درست. زدیم که مثلا فرض کنید که شما وقتی به کسی میخواد دروغ بگی پشت تلفن خیلی راحت دروغ میگی تا تو چشش درسته چون از طریق چشم داره انتقال انرژی اتفاق میفته من کاری به این بحث ندارم قبلا مفصل بحث کردیم در موردش بله میخوام حالا این رو به عنوان مقدمات که عرض کردم که پس یک چش مهمه دو چشم ها محملی برای انتقال انرژی مثبت و منفی و سوم اگر ما جاذبه ایجاد کنیم که از جهت قوانین الهی منفی باشه این جاذبه محمل ایجاد میکنیم که جذب انرژی ها و نگاه های آلوده و منفی رو بکنیم درست شد؟ بله از اینجا میخوام یه بحثی رو بکنم این هیچ وقت در مورد بحث هجاب تئوریسیان شکل ندادن یه قانونیه در نظام هستی میخوام خواهش کنم به این بحث توجه بکنند نمیخوام اصرار کنم که اینها میتونه با هم مرتبط باشه ها؟ میخوام اصرار کنم که تعمل کنیم بهش من اینجا فیزیکدان نیستم هیچ تخصصی در حوزه فیزیک ندارم در حوزه مسائل د... علوم شیمیایی هیچ تخصصی ندارم من دارم یک سری پژوهش ها و کاوش هایی که در دنیای امروز توسط ما انسان ها در طول تاریخ شکل گرفته رو به عنوان تئوری میذارم کنار هم میگم خب ما یه سری آدم عاقلی هستیم بیایم از این تئوری ها استفاده کنیم خدا من یه جایی گفت نگاهاتون مواظب باشید و اثبات کردیم که این نگاه ها منتقل می شود و وقتی منتقل می شود اگه نگاه منفی باشه اثر منفیش رو میگذاره و مثبت اثر مثبت رو میگذاره بارها شده ما وقتی کنار یه آدم خوب قرار میگیریم با ما صحبت میکنیم میای میگیم چقدر آدم خوبی بود چه حس خوبی به من منتقل شد خوب این انرژی های مثبت اون آدمه که وقتی به من نگاه میکنه با او هم سخن میشم به من منتقل میشه میگیم به چشم های مهربان تو نگریستم و حالم خوب شد اون چشمه هاست که داره مکنونات قلبی یک انسان رو به اون منتقل میکنه درست شد اینو بذاریم کنار یه بحثی هست که این بحث اصلا بحث جدیدی نیست خیلی وقتا شنیده شده خیلی از اساتید بیان کردم من خودم از اساتید آموختم دارم اینجا منتقل میکنم <تصفح> چندی پیش یه قانونی مطرح شد و یک تئوری حاصل از کاوش های انسانی مطرح شد که بیان میکرد که آب در معرض انرژی ها و پیام ها ملکول هاش تغییر میکنه که حالا من میخوام به اونها بپردازم این یک فرض اثبات شده است در فیزیک که الان در موردش بحث خواهیم کرد پس آب در معرض انرژی های مثبت و, و منفی پیام هایی که میدیم گویش ها هم. نگاه ها در مولکول های آب اثرات مثبت و منفی داره عکس العملشون درست شد بله منی که انسان هستم از جهت علمی ثابت شده که هفتاد درصد وجود من آب دیگه آب درسته ایم. پس این آب با این آب از جهت مولکولی و از جهت فرایند عملیاتی یکیه هر چیزی که بعد مایع داره که حتی بعدا این تئوری که الان خواهم گفت برخی دانشمندان ایرانی در مقطع دکتری اومدن روی آهن مذاب هم حتی تست کردن اونجا هم جواب داده که حالا بعدا من رفرنسشون میدم کسایی که خواستن برم مطالعه کنم یک محقق ژاپنی که ایشون نه مسلمونه نه حتی ادیان الهی رو پیرو هست یک بوداییه به نام پروفسور ایماتو آقای پروفسور ایماتو که یک بودایی هست مم. یازده سال از عمر علمی خودش رو خواهش میکنه برغام دقت کنی یازده سال عمر خودش رو مجموعا بر روی مجموعه در واقع چیزی حدود ده هزار آزمایش روی آب انجام داده یعنی آب رو ده هزار بار به شکل های مختلف آزمایش کرده. ایشون معتقده که همونطوری که از آب از لحاظ ظاهری نسبت به ظرفی که درونش قرار میگیره واکنش نشون میده درسته این آب شکل ظرف رو با خودش میگیره دیگه از لحاظ درونی هم نسبت به اطراف و محیطش واکنش نشون میده یعنی اینکه آب در کدوم محیط باشه واکنش داره و زنده است این آب مم. ها یسبح لله ما فی السماوات و الارض و هو الحکیم همه چی دارن همه چی زنده است این آقای پروفسور ایماتو بودایی میگه که آب از ساختار ملکولی به گونه ای شکل گرفته به اساس این ده هزار آزمایش که من انجام دادم درست. که متأثر از پیرامونش و محیطش میشه یعنی انرژی ها بر او اثر مثبت و منفی میذارن و درست. کاملا آب با شعوره یعنی آب دارای شعوره این تصویری که اگه دوستان احیانا بتونن ببینن این تصویر آقای دکتر ایماتو, هست ایماتوه. که در واقع این تئوری رو بیان کرده حالا بریم جلو آقای ایماتو معتقده که آب نسبت به احساس ما انسانها نسبت به فکر ما انسانها نسبت به گفته ما انسانها نسبت به قصد و نیت ما انسانها و همچنین نسبت به موسیقی که ایشون کشف کرده واکنشهای های هوشمندان از خودش نشون میده و این طوری شو در محافل فیزیک دنیا امروز تایید کردن و پذیرفتن یعنی اصل فرضیه پذیرفته شده است دوست. هم به کشور اسلامی و غیر اسلامی نداره آیا ما تو یک نکته دیگه داره میگه آب پیام مهمی برای ما داره آب چی میگه؟ میگه باید نگاه عمیقتری به خودمون بیاندازیم <تصفح> چون سرزمین ما رو آب گرفته دیگه هفتاد درصد وجود ما آب دیگه پس حواس اون باشه که ما متأثر از پیرامون اون هستیم و اثرات وضعی بر ما خواهد گذاشت ایشون اومدن حالا این کنش های علمی رو انجام داده آقای ایماتو اومده زیر میکروسکوپ آب رو در واقع تست کرده برای اینکه بتونه مولکول های آب رو بررسی بکنه اینها رو به صورت منجمد در آورده که بتونه زیر میکروسکوپ مطالعه بکنه در واقع ایشون معتقده که در صورتی که آب یخ بزنه میتونن اون رو رصد بکنه از جهت بررسی های علمی مثل دانه برف گونه بشن آقای ایماتو بعد از این موضوع به این مطلب رسیدی که وقتی آب یخ میزنه باید از خودش یه شکل کریستالی شیش زلی نشون بده اما ایشون معتقده که آب همیشه شکل کریستالی از خودش نشون نمیده نمیده و دچار تغییراته این تصویریست از لحظه آزمایش هایی که خودهای ایموتو انجام داده و در سایت قابل دسترسی است ببینید در تصویر زیر ست کریستال رو با ما نشون میده که شش زلیه هر کدوم میبینید یک شکل یک شکل شکلای متفاوت دارن ایشون اشاره میکنه که آب وقتی راکت بمونه زشت میشه آبی که پشت صد و دریاچه ها هستن این نمونهشه که این در واقع برگرفته یک دریاچه ایست به اسم بیواکو در ژاپن. و ایشون معتقده که این شکل یک ذره منجمه شده یا یک آب صده که پشت صد مونده ببینید چقدر شکل زشتی داره ایشون دوباره اومده این تحقیق رو بر جای دیگه انجام داده میگه وقتی انسان منفی میبینه و در محیط منفی قرار میگیره پس چون وجودش از آب قرار گرفته اثرگذاره و تأثیر مم. پذیره درسته؟ بعد ایشون میاد چند تا نمونه دیگه ای رو هم اینجا اشاره میکنه که الان یه تصویر دیگر هم اگه دوستان نشون بدن آب رودخانه ایست که از میان چند تا از شهرهای ژاپن گذشته و ایشون این تصاویر رو به ما نشون میده آیا ایماتو معتقده که رودخانه ای که هنوز اول راه هستن و تازه شکل میگیرند این تراوت هنوز دارن به این شکل هستن زیباست کریستالاشون خیلی کریستال های زیباییه زلیه درسته حالا بحث زیادی دوستان نشون وقتی وقتمون رو به تمام اتمام سه دقیقه بیشتر نمونده امیدوارم بتونیم بحث به جایی برسونیم آبی که تازه از یه کوه بیرون اومده به این شکله تصاویری که از رودخانه‌های مختلف اومده رو نگاه کنید اینا از سرچشما گرفته شده چقدر زیباست چقدر زیبا. تو فرانسه ایشون رفته ای مطالعه کرد در دهکده‌ای به نام دهکده لورد که دهکده مذهبی هست آبی از زیر در واقع مجسمه حضرت مریم میاد که اونجا محلی است که انسان ها میرن نیایش میکنن و خدا رو صدا میزنن کریستالش رو میبینید که چقدر کریستال زیبایی هست که از اونجا گرفته شده تصویر بالا تصویر یک آب صدیه که زشته و تصویر پایین تصویر است که در کنار این صدی که ملکول زشتشته یه سری انسان رو ایشون برده که اونجا دعا کنید تصویر این شده یعنی از همون آب یعنی خواسته ایشون بگه انرژی ها اینقدر میتونن اثر مثبت بگذارن آقای ایماتو آب های کشورهای مختلف رو امتحان کرده در برزیل یه همچین تصویر رو از مولکول آب به دست آورده چقدر زشته و بعد در همون برزیل ادعی رو ورده کنار آب حالا دعا کردن و نیایش کردن ببینید تصویر کریستال چقدر تغییر کرده آقای ایماتو آب لوله کشی شهرها رو هم امتحان کرده و معتقده که چون آب لوله شهری از خانه مردم عبور میکنه و اونها نیز منفی و مثبت هستن اثر وضعیش رو بر روی آب میذاره میکش من با سرعت اینا رو عبور میکنم چون وقتم رو به اتمامه حالا ببینید چقدر زیباست که اسلام توصیه میکنه که قبل از آب خوردن حتما بسم الله الرحمن الرحیم بگید یعنی اثرات وضعی خودش رو, رو انسان میذاره قبلا گفته شد که موسیقی منفی اثر میگذاره آیه ایماتو اومده هوی متال رو موسیقی هوی متال رو پخش کرده کنار آب این تصویر ملکولهاش رو گرفته ثبت کرده و بعد موسیقی هایی که در واقع کلاسیک بوده مثل موسیقی باخ، شوپن، بتوون و اینها رو گرفته نمونای کریستالاش به این صورت در اومده بعد اومده با کلمه هیتلر در واقع اون رو به آب در واقع متساعد کرده تصویر مولکول رو اینطوری گرفته ببینید چقدر جالبه و نوشتن که در یک آب حتی ایشون م... در واقع معتقد تو تئوری ته... خودش که حتی واژگان رو وقتی شما روی آب بنویسید بچسبونید اثر وضعی رو میذاره جمله مادر رو در بالا نوشته و مادر پرزا که یک ترزا که در واقع یک شخصیت خانم راهبه هست رو در روی پایین تصویرش رو گرفته و به همین صورت رفته جلو مثلا ببینید صلح این تصویر در اومده ولی چون وقت کمه اشاره بکنم فرصت نداریم من باید تمام بکنم بحثم رو مثلا تشکر واژه تشکر ملکول ها به این زیبایی است و الا آخر متاسفم از اینکه نتونستم بحثم رو تکمیل کنم و جامعه بگم فقط اشاره میکنم ما وجودمون پس هفتاد درصد از آبه و وقتی این آبها به عنوان سرزمین وجودی من در بر گرفته در مقابل پیرامون اگر مثبت و منفی باشه متاثره مم. اگر انرژی منفی جذب میکنم از اطراف خودم چه از حرف چه از کلام چه از نگاه وجود من رو متاثر میکنه واکنش ها نشون میده واکنشش دلشورگی استراب ناراحتی و بحران های روحی روانیه که بعدا اگر مجالی بود من توضیح مفصل خواهم داد آیا ما تو در جاهای دیگر اومده نمونای دیگر رو به آزمایش مم. کشونده حتی آب زمزم رو بسیار عالی. از عربستان گرفته آورتو. و نشون میده چقدر زیباست و حرفای شگفت انگیز نمود زمزم میگه البته این مطالعات تو اینترنت فراونه دوستان میتونن مراجعه کنن دقیق ترشو رو بهش دسترسی پیدا بکنن دستتون در نکنه آقای دکتر خسروی نازنین من فکر بحث خیلی جالبی بود حالا من در جلسه بعد ادامه خواهیم داد یک بحث ببخشی. من, من, اینو بگم در واقع حجاب داره به ما میگه که خودت مراقبت کن که هر کسی در حریمت نیاد که آلودت کنه دست اینو توجه ممنون متشکر ان شاءالله که همیشه زیبا باشیم کلمات زیبا بگیم و زندگیمون رو زیبا کنیم امروز که عید هست انرژی های مثبت رو از تمام اطراف بگیریم برای اینکه زیبا تر باشیم سپاسگزارم از اینکه امروز سلام تهران دیدید سربلند و پیروز باشید و خداحافظ سلام